روزی شوی تو آباد آزادم ای هنی من، بالا سلعلو گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت اختشت. در این هشتاد روزی گذشته بیش از 20,000 مردمی مظلوم فلسطین که اکثرا بچه و زناست و خوشتکا است و شهادت رسانده، یه ظلم دوام نمی کنه، یه تاثیر داره انشاءالله. ما و شما باید برایشان دعا بکنیم و از دعیه برحق مردم فلسطین دفاع بکنیم و حمله ظالمانه رژیم صهیونیستی و همکارانشان را محکوم می کنیم. مثل که علی افغانستان مرکز ترانزیت شده و مرکز اقتصاد شده و شما میدانی که موقعیت افغانستان مثل که علامه اقبال میگه که آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از کشادی او کشادی آسیا، از فسادی او فسادی آسیا. دنیا خصوصا غرب کوشش کرد که حکومت پیلی ناکام شد. سرمایه ای که ما داشتیم در امریکا حدود 9 میلیارد دلار بود، همه را مسدود کرد. الحمدلله امروز شما در جریان هستی که افغانستان در 20 کشور جهان در لیست جای گرفت که در او نرخها نازل است و هرچی پریمان است. آلی افغانستان در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بهترین راه است. حکومت تصمیم داره که از طریق واخان، کوریدور واخان با چین هم وصل شد. تصمیم داره مثل که آسیای جنوبی و آسیای مرکزی وصل شده، همینطور شمال و جنوب هم. چین با آسیای مرکزی با ایران، از طریق ایران با جهان وصل شد. دیگه هم مواقع خیلی زیاد است. خب دیگه شما بیایی اونجا به سر چشم خود ببینی، باز میپامی که چی ما که چیزی شنیده بودم. اینجا خب وضعیت خیلی خوب شد الحمدلله. و یک توصیه که آخر میکنیم اوی است که برادران عزیز، در مقابل امارت اسلامی افغانستان تبلیغات خیلی خطرناک میشه، ولی او تبلیغات گوش نشوه، هرچی به سر چشم دیده شوه. مراکزی که داعش در افغانستان داشت و تحت سلطه حکومت قبلی یا اداره قبلی و اشغالگران در یک سال و یک و نیم سال همه از بین رفت الحمدلله. حکومت مسلط شده، برای تجارت امنیت تامین شده. پس بسیار با اطمینان هر کس میتونه که بیایه و سرمایه گذاری بکنه. زبان پارسی و پشتو زبان رسمی ما بود، عالم زبان رسمی ما هست، هر دو زبان در حکومت از هر قوم الحمدلله وزرا داریم، معین صاحبا داریم، والی صاحبا داریم، از هر ولایت و از هر منطقه. نه تنظیم پرستی هست، نه قوم پرستی هست، نه قومندان سالاری هست، نه ملوک الطوائفی هست. یک نظام هست و نظام هم اسلامی هست، عدالت برپا هست در تمام افغانستان. حتی یک مسئول بلند پایه نمیتانه که یک بسیار یک کسی غریب و کوچک بیگناه بگیره یا آزار بده. کشوری ما امید یک نشان است، صاحب خود لیاقت این خاک نمود به پیدا، چشم حقیقتی خود کن باز ببین هویدا، صاحب خود لیاقت این خاک نمود به پیدا، چشم حقیقتی خود کن باز ببین هویدا، روزی شوی تو آباد. در این 80 روزی گذشته بیش از 20,000 مردمی مظلوم فلسطین که اکثرا بچه و زناست و خوشتکا است به شهادت رسانده، یه ظلم دوام نمی کنه،
این تاثیر داره انشاءالله. ما و شما باید برایشان دعا بکنیم و از دعیه برحق مردم فلسطین دفاع بکنیم و حمله ظالمانه رژیم صهیونیستی و همکارانشان را محکوم میکنیم. مثل که آل افغانستان مرکز ترانزیت شده و مرکز اقتصاد شده و شما میدانی که موقعیت افغانستان مثل که علامه اقبال میگه که آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از کشادی او کشادی آسیا، از فسادی او فسادی آسیا. آل افغانستان در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بهترین راه است. دنیا خوب شما معلوم است که گفته میشه که اگر دنیا نداریم درد مندیم، اگر داریم به مهرش پای بندیم. در هر دو حالت کار با کار است. تا جایی که اقتصاد و تجارت با افغانستان تعلق داره، حکومت فعلی افغانستان در سیاست خارجی خود دو اصل بسیار عمده را اعلان کرده و تاکید کرده. اول این که امارت اسلامی افغانستان سیاست متوازن را اختیار کرده. سیاست متوازن به این معنی که با کشورهای همسایه و منطقه و جهان تعلقات میخواهد، به این شکل که بعد از افغانستان میدان رقابت های منفی قدرت های بزرگ جهان و منطقه نباشه. این متوازن است. دوم، سیاست اقتصاد محور. سیاست اقتصاد محور به این معنی که ما می خواهیم با دیگر کشورها هم در سیاست پیش بریم و هم اقتصاد با او اندازه که به هر دو طرف فایده داشته باشه. ما نمی خواهیم که ما فایده ببریم و دیگر فایده نمیدیم. برادران عزیز، تا جایی که تجار ملی و صنعتکار کدام مقامی در نزد امارت اسلامی افغانستان داره، او یه هست که وقتی که تحول آمد، اشغالگر گریخت، امریکا و ناتو و اندوالانشان رفت، حکومت جدید افغانستان و نموعات عمومی که اعلام کرده، علاوه بر ازو تجارانی که در 20 سال گذشته هر تجارت کرده بود، حتی اگر با حکومت سابقه با قوتهای بیرونی هم کار کرده بود، ولی امارت اسلامی افغانستان به همه گفت که وطن وطن شما هست و شما میتانی که خدمت به وطن بکنی. همه تجارات، همه تشکیلاتشان، اگر اتاقهای تجارت بود، اگر در وزارت تجارت کدام پستهای کلیدی بود، همه مثل سابق باری نگاه کرد، تجار ملی در افغانستان مان. نتیجهش چی شد؟ الحمدلله امروز شما در جریان هستی که افغانستان در 20 کشور جهان در لیست جای گرفت که در او نرخها نازل است و هرچی پریمان است. یک. دوم یه که رهبر امارت اسلامی افغانستان جناب امیرالمومنین صاحب توجهی که به تجار داره و همیشه به مسئولین توصیه میکنه و در تشکیل حکومت یک معاونیت عمده ریاست الوزراء با سرپرستی محترم ملا برادر آخوند به نام معاونیت اقتصادی تشکیل داد که همین کارش است که تجار چی مشکل داره، کدام کار پیش
برده شوه، کدا مشکل است که حل شوه، که الحمدلله نتیجه خیلی خوب داد. شما چون که تجار هستی، جهان دیده هستی، با یک مثال شما میپامید، یک مثال ما به شما میگیم. دو سال پیش در ولایت همسایه شما که هرات است، وقتی که مجاهدین پیروز میشه، 120 کارخانه و پاپریکا فعال بود. چند؟ 120. و در این دو سال به 720 رسیده. به 720 در یک ولایت همسایه شما. وزیر صاحب تجارت چند روز پیش در هرات آمده بود، وزیر صاحب امور خارجه ترکمنستان آمده بود در باره پروژه های برق و تاپ و تاپی دامی صحبت داشتیم. وزیر صاحب تجارت افغانستان گفت که علی حیران هستیم که دیگه تجاران می آیه زمین می خواهی که کارخانه و پابریکه جور کنه، علی مجبور هستیم این نمی چی فالک صنعتی پور شده که یک دیگه جای برش تخصیص کنیم. یعنی ایطور الحمدلله وضعیت روز بروز خوبتر میشه. وقتی که تجار مسئول هست، از او کس رشوت هم نمیگیره، باج هم نمیگیره، تشویش هم برش ایجاد نمیکنه و کارش هم بس شفافیت خلاص میشه و خود به خود میآید. پس شما تجار صاحبانی هر دو کشور، از افغانستان و از ایران، میتانی که بیایید سرمایه گذاری بکنید. افغانستان فرصت های خیلی زیاد داره. مثلا افغانستان خاک شیرین و آب شیرین داره. در عرصه کشاورزی بسیار کار میشه. زمینش پر از معدنیات است الحمدلله. میشه که در معدنیات سرمایه گذاری شه که هم به نفع شما و هم به نفع ما باشه. وقتی که تجار از بسیار دور می آید در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، چرا از نزدیک نیاید؟ چرا از ایران نیاید که اونجا سرمایه گذاری بکنه؟ انشاءالله تعالی که شما بخیر بیایی ببینی، خود با خود تشویق میشه که باید اینجا ما کار بکنیم. امنیت به او اندازه الله تعالی با مردم افغانستان پیرزو کرد که از بدخشان تا هرات، از فاریاب تا هلمند، شب و روز اگر تجار میره، اگر سرمایه دار میره، اگر ٹھیکہ دار میره، اگر مزدور و غریب کار میره، هیچ تشویش نداره. یک تجار با ما گفت که بیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان 20% فایده ما سر امنیت خرج میشود، علی 1% هم خرج نمیشود. این یک فایده است. امارت اسلامی افغانستان مصمم هست مثل که علی افغانستان مرکز ترانزیت شده و مرکز اقتصاد شده. و شما میدانی که موقعیت افغانستان مثل که علامه اقبال میگه که آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از کشادی او کشادی آسیا، از فسادی او فسادی آسیا. آلی افغانستان در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بهترین راه است. حکومت تصمیم داره که از طریق واخان، کوریدور واخان با چین هم وصل شود. تصمیم داریم مثل که آسیای جنوبی و آسیای مرکزی وصل شده، همینطور شمال و جنوب هم. چین با آسیای مرکزی، با ایران، از طریق ایران به جهان وصل شود. این فرصت ها الحمدلله لزمینه مساعد شده. بخاطر اطمینان شما میگم فعلا در 34 ولایت افغانستان، در 400 ولسوالی افغانستان، در هزارها قریه افغانستان، یک قریه، یک جریب، یک میتر زمین هم در دست مخالفین نیست.
ما هیچ کدام واقعی جنگی نداریم در افغانستان که پیش شده. مراکزی که داعش در افغانستان داشت و تحت سلطه حکومت قبلی یا اداره قبلی و اشغالگران در یک سال و یک و نیم سال همه از بین رفت الحمدلله. حکومت مسلط شده، برای تجارت امنیت تامین شده، پس بسیار با اطمینان هر کس میتونه که بیایه و سرمایه گذاری بکنه. دنیا خصوصا غرب کوشش کرد که حکومت پیلی ناکام شد. سرمایه ای که ما داشتیم در امریکا حدود 9 میلیارد دلار بود، همه را مسدود کرد، تحریم ها وضع کرد، میخواست که بانک های افغانستان سقوط شود، ولی الحمدلله بانک ها هم از سقوط نجات پیدا کرده و پای خود روز به روز استاد میشه و قیمت کرنسی افغانستان، پیسه افغانستان، شما اطلاع داری که به 130 رسیده در مقابل یک دلار 130 افغانی، ولی هسته هسته عالی رسیده به 69 افغانی، یک دلار به 69، یعنی شاید در سطح جهان یگانه پیسه و کرنسی باشه که در مقابل دلار بالا میره. یه با دلالت به ثبات میکنه، دلالت به تدابیر خوب میکنه که حکومت پیلی گرفتگی است. همچنان فساد گم شده، رشوت گم شده. وقتی که فساد نباشه، رشوت نباشه، بیروکراسی نباشه، پس همی بستر بسیار خوب است برای تجارت. و دیگه چیز که ما و شما را نزدیک میکنه و یه هست که اهل سنت و الجماعت و اهل تشیع، حکومت پیلی در افغانستان که هست تبعیض و تعصب و این چیزا را وقت نمیده، به همه احترام داره، همه را حقوق میده. در افغانستان تمام اقوام از تاریخ تاریخ در افغانستان زبان پارسی و پشتو زبان رسمی ما بود، علم زبان رسمی ما هست، هر دو زبان در حکومت از هر قوم الحمدلله وزرا داریم، معین صاحبا داریم، والی صاحبا داریم، از هر ولایت و از هر منطقه، نه تنظیم پرستی هست، نه قوم پرستی هست، نه کماندان سالاری هست، نه ملوک الطوایفی هست، یک نظام هست و نظام هم اسلامی هست، عدالت برپا هست در تمام افغانستان. حتی یک مسئول بلند پایه نمیتانه که یک بسیار یک کسی غریب و کوچک بیگناه بگیره یا آزار بده، و میتانه که با محکمه بره و او را جلب کنه. پس سخنای خود را زیاد چی نمی کنیم، وقتان زیاد نمی گیریم. دیگه هم مواقع خیلی زیاد است، خوب دیگه شما بیایی اونجا به سر چشم خود ببینی، باز میپامی که چی ما که چیزی شنیده بودم، اینجا خوب وضعیت خیلی خوب شد الحمدلله. و یک توصیه‌ای که آخر میکنیم اوی است که برادران عزیز، در مقابل امارت اسلامی افغانستان تبلیغات خیلی خطرناک میشه، ولی او تبلیغات گوش نشوه، هرچی به سر چشم دیده شوه، پرسان شوه، بره و ببینه، از کسان پرسان شوه که در افغانستان هستی، از افغانستان آمده، او تبلیغاتی از طرف غرب میشه، برای او گوشت نشوه. زیرا 20 سال امراج در جنگ بودیم، باز بیچاره در افغانستان شکست خورد و شکست میتر شکست ساده نبود. حالی ما از اونها توقع نداریم که سری ما گلپاشی بکنه، همین تبلیغات ها یک وقت میکنه، هسته هسته او هم انشالله شاید حقایق درک کنه،
ملت‌هایش درک کرده، شاید حکومت‌ها هم درک کنند. دیگه از خداوند می‌خواهیم که همیشه ما و شما را به خوشحالی یک جای کنه و دعا می‌کنیم که پروردگار عالم نصرت مردم مظلوم غزه و فلسطین بکنه. خداوند ظالم و اشغالگر را تباه کنه که به سر مظلوم ها و بیچاره ها ظلم میکنه. در این 80 روزی گذشته بیش از 20,000 مردم مظلوم فلسطین که اکثرا بچه و زن هاست و اشتکا هست به شهادت رسانده، یه ظلم دوام نمیکنه. یه تاثیر داره انشاءالله. ما و شما باید برایشان دعا بکنیم و از دعیه برحق مردم فلسطین دفاع بکنیم و حمله ظالمانه رژیم صهیونیستی و همکارانشان را محکوم میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از توجهتان یک جهان سپاس. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعلو گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دو. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاص کاملشان باشد به مهر و شفقت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم، در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است، خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است. صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقتی خود کن باز ببین هویدا، صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقتی خود کن باز ببین هویدا. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من،
بالا سلعل و گوهر، خاکی تو گلشنی من. شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان.